سلام دوستان، به کانال لاولی کوکری خوش اومدین. امروز میخواییم با هم نون پیده ترکیه ای درست کنیم. این نون بیشتر در ماه رمضون درست میشه و خیلی نون نرمیه و بافته خیلی خوبی داره. با ما همراه باشین تا مراحلش رو ببینیم. تو شروع کار آردی رو که چند بار علک کردیم رو اضافه میکنیم. خمیر مایعی رو که مطمئن هستیم سالمه به آردمون اضافه میکنیم. شکر رو میریزیم. و مواد رو کامل با هم مخلوط میکنیم. نمک رو اضافه میکنیم. برای اینکه بدونیم که خمیر مایعمون سالم هست یا نه، یک بار خمیر مایه رو با آب ولرم و کمی شکر مخلوط میکنیم. حدود 8 دقیقه میذاریم تا فعال بشه. اگر خمیر مایه‌مون پف کرد و حباب زد، خمیر مایه ما سالمه و دفعه دیگه میتونیم خشک استفاده کنیم و نیازی به مخلوط کردن با آب نداره. در ادامه شیر ولرم رو به آرد اضافه میکنیم. شیر هم دمای محیط باشه کافیه و آرد رو با شیر خوب مخلوط میکنیم و هم میزنیم. در ادامه کار کمی از آبمون رو اضافه میکنیم. آب رو خیلی کم کم اضافه میکنیم که یه وقت خمیرمون زیادی شل نشه. حالا کم کم خمیرمون رو ورز میدیم. اگر با دست ورز میدین حدود یک ربع باید خمیر رو ورز بدین. اگر با دستگاه خمیر رو ورز میدین 10 دقیقه کافیه. ببینید کم کم آب رو اضافه میکنم تا به اون خمیری که میخوام برسم. هیچ وقت تو نون درست کردن آرد زیادی اضافه نکنین و همینطور آب. کم کم ورز بدین و آب رو هم کم کم اضافه کنید. اگر آرد زیاد اضافه کنید خمیرتون سفت میشه و آب زیادی هم زیادی خمیر شل میشه. کمی که خمیر رو ورز دادین روغن رو میریزیم و باز هم به ورز دادنمون ادامه میدیم. من در این مرحله میخوام دیگه با دستگاه خمیرم رو ورز بدم. اگر با دست ورز میدین روی سطح صاف کامل خمیر رو جمع کنید و به ورز دادنتون ادامه بدید. با دستگاه هم که 10 دقیقه ورز بدین دیگه کفایت میکنه. خمیرم رو به سطح کار که آرد پاشی کردم منتقل میکنم. باز هم خمیرم رو کمی ورز میدم و در این مرحله کم کم خمیرم رو چونه میکنم. به این صورت که میبینید خمیر رو چونه میکنم. خمیر من کم کم صاف شده. من به راحتی دیگه چونش میکنم و خمیرم رو دیگه باید استراحتش بدم. یه چونه گرد و صاف درست میکنم. برای اینکه راحت تر چونه گیری کنید کمی دستتون رو چرب کنید تا بتونید یه چونه صاف داشته باشین. روی خمیرم کیسه چرب شده میکشم و روش پارچه میندازم. بعد نیم ساعت که خمیرم استراحت کرد خمیرم رو باز میکنم و به این شکلی که میبینید خمیر رو تا میکنم و در یک کاسه چرب شده نیم ساعت دیگه خمیرم رو استراحت میدم. بعد
از استراحت دوم خمیر رو به 3 قسمت تقسیم میکنم و خمیرها رو چونه میکنم. به نحوه چونه گیری هم توجه کنید. به همین صورتی که تو فیلم میبینید به راحتی میتونید خمیر رو چونه کنید. خمیرها رو چونه کردین، روش رو کیسه چرب شده بکشید و یه 10 دقیقه دیگه به خمیرها استراحت بدین. بعد از 10 دقیقه سینی فر رو آماده میکنیم. روی سینی کاغذ روغنی مرغوب یا بهتره که کاغذ نسوز بندازین و خمیر رو روی سینی باز کنید. این خمیر نباید خیلی نازک بشه، کمی کلوفتی داشته باشه بهتره. خمیر رو گرد باز میکنیم. بعد اینکه چونه ها رو روی سینی فر باز کردین، روش رو کیسه چرب شده بکشین و حدود 40 دقیقه دوباره به خمیر استراحت بدین. بهتره که تو این مرحله خمیر رو در یه جای گرم و مرطوب قرار بدین. من خودم همیشه از فری که خاموش هستش و توش یه کاسه آب داغ قرار دادم استفاده میکنم و خمیرم رو تو اون محیط استراحت میدم. برای رومال هم یک عدد تخم مرغ کامل رو با چند قطره وانیل مخلوط میکنیم. کامل هم میزنیم تا از لختگی در بیاد و بتونیم روی نونها رو رومال کنیم. میتونید از کمی زعفرون هم استفاده کنید اگه دوست داشتین. خب نون من بعد 40 دقیقه آماده است. رومال میکنم. یادتون باشه که فر رو حتما زودتر روشن کنید تا کاملا داغ بشه. وقتی نونها رو میذارین فر کامل باید داغ باشه. بعد اینکه رومال زدین باید روی نونها رو خط بندازین. حتما این خطها رو عمیق بندازین که وقتی داخل فر میره باز نشه و شکلش از بین نره. به این شکلی که میبینید روی نونها رو طرح میدازیم. و با کنجد روی نونها رو تزیین میکنیم. از هر دونه‌ای که دوست داشتیم میتونید برای تزیین استفاده کنید. از سیاه دونه، تخم کتان و هر دونه‌ای که دوست داشتیم. این نون خیلی بافت خوبی داره. به کسایی که تا حالا نون پختن رو تجربه نکردن پیشنهاد میکنم حتما این نون رو درست کنن. خب نونم آماده است که بره تو فر. یک کاسه آب داغ حتما داخل فر میذارم که بخار کنه. در طبقه بستر با دمای 220 درجه به مدت حدود 10 دقیقه. بیشتر از این تایم نباید بذاریم چون نونمون خشک میشه. اگه روی نوناتون تو این 10 دقیقه رنگ نگرفت چند دقیقه میتونین گریل فر رو هم روشن کنید. نونهای خوش رنگ من آماده شده. بهتر از اون عصر نونیه که تو خونه میپیچه. یک نون خوش رنگ و خوشگل برای سفره افطار که خیلی هم عالی میشه. ببینید چه بافت نرمی داره. یه بافت پنبه‌ای و بسیار نرم. این نون پیده در کشور ترکیه در ماه رمضان خیلی پخته میشه. شما هم میتونید برای عصرونه یا صبحانه این نون خوشمزه رو درست کنید. این هم بافته داخل نون که خیلی هم نرم و خوشمزه است. امیدوارم که درست کنید و در کنار عزیزانتون نوش جان کنید.
منتظر نظرات و پیشنهادات قشنگتون هستم.